TEDx ملا صدرا استریت. اسفند ماه موقع خانه تکانی هستش و با این برنامه‌ای که به من پیشنهاد شد من هم افکارم به خانه تکانی کردم. برگشتم نگاه کردم که چی شد که ما این برنامه رو شروع کردیم و برگشتم به خیلی خیلی عقب. یعنی زمانی که من 19 ساله بودم من کتابخونه میرفتم ساعت 10 تعطیل میشد میمدم دم در دانشکده پزشکی و منتظر سرویس بودم که برم خوابگاه و اونجا بود که با یک دوست خوب یک دوست کوچیک با روح بسیار بزرگی آشنا شدم. پسری 8-9 ساله بودش که آدامس میفروخت. ما هر دو اونجا شبها با هم دیگه قرار میذاشتیم. من یک آدامس ازش میخریدم و با وجودی که نه آدامس دوست داشتم و نه پول زیادی داشتم و با هم دیگه صحبت میکردیم، برام درد و دل میکرد و از خواسته هاش، از مشکلاتش و از اینکه دوستانی داشتش که نیازهای مادیشون رو چجوری تأمین میکردن. منم تشویقش میکردم راجع به درساش، موفقیتاش رو بهش یادآوری میکردم و همواره بهش میگفتم مواظب خودش باشه، نکنه که نیازهای مادی اونو مجبور کنه که همون جوری که رفقاش پول در میارن در بیاره. و اونم به من قول میداد با فروختن آدامس خرج تحصیل خودش رو در بیاره. و من نگاه کردم دیدم اونجا بود که من شکل گرفتم، اونجا بود که من فهمیدم خیلی دلم میخواد دکتر بشم، خیلی میخوام به جامعه هم خدمت کنم، ولی نمیخوام یه پشت میزی بشینم و یک بیمار فقط به من درداشو بگه و من خوب یا بد اونو درمان کنم. دلم میخواد که با فردی که روبروی من هست به عنوان یک انسان روبرو بشم. این گذشت، فراز نشیب‌های تحصیلیم رو طی کردم و شانس آوردم و عضو کمیته مبارزه با ایدز در سال 69 شدم. در اینجا بود که من احساس کردم و یاد گرفتم که اولا همه این بیمارایی که ما میشناختیم هیچ کدومشون تا اون روزی که بهشون گفتیم چه بیماری دارن اسم بیماری رو نشنیده بودن. هیچ کدومشون دلشون نمیخواست بیمار بشن و هیچ کدومشون حقیقتا دلشون نمیخواست کسی دیگری هم بیمار بشه. بیماری ایدز خیلی مشکلاتی داره ولی درس‌های خوبی هم به ما یاد داده. من یاد گرفتم که جامعه ما ناآگاه هستند و لازم هست همه در خطر هستن و یاد بگیرن. و مسئله دیگه‌ای که یاد گرفتم من به تنهایی نمیتونم همه این بار مسئولیت رو داشته باشم و نیاز هست که من ما بشه. با ورود دخترم به دانشگاه پزشکی با دوستانش همه دور هم جمع شدند و فعالیتی رو شروع کردند و اینها خواستند با اون علم و توانایی که داشتن فعالیت رو شروع کنند. اونها با هم دیگه کمک کردند تا یک جامعه سالمی رو رقم بزنن. اونها با هم کمک کردند، عشق و محبت و فداکاری رو به هم دیگه ذره ذره روی هم دیگه جمع کنن. اولین کاری که اینا کردن این بود که خودشون بدانن، توانایی رو پیدا کنن که به دیگران بگوین و راهنمایی کنن. جوان بودن، جویای نام بودن و با انرژی. بنابراین اینها اومدن در طبیعت دور هم جمع شدن، هم فال بوده هم تماشا. همین که تفریح میکردن و همین که اطلاعاتی که کسب میکردن به همدیگه انتقال میدادن و این چنین همدیگر رو بالنده میکردن. و اولین همایش دانشجوی ایدز که میتونم به جرأت بگم در کشور اول بوده به وسیله خود دانشجویان تو بهمن 78 انجام شد. بچه ها مجری بودن، بچه ها سخنران بودن و شنونده ها دانشجویان و والدینشون بودن و پذیرش بسیار خوبی قرار گرفت، استقبال خیلی خوبی از اونها شد و
اینها انرژی لازم رو کسب کردن که به مراحل بالاتر برن. اینها فهمیدن که میتونن خودشون رو باور کنن و به مرحله بالاتری برن. عده‌ای دور هم جمع شدن از همون گروه و یک مؤسسه تشکیل دادن. برای اسمش بسیار بسیار خندیدیم، به خاطر اینکه میخواستیم اسمی داشته که هم دانشجو باشه، هم ایدز باشه و هم فعالیت هاشون باشه و اسامی پرباد و کمباد به عنوان کمیته دانشجویی توش در میمدش و نهایتا به پژواک رسیدن. پژوهش، آموزش و کنترل بیماری ایدز. لوگوشون رو خودشون طراحی کردن. بیشبهه یکی از لوگوهایی بوده که از اون ردیبون ساده خارج شده بوده و برای خودش یک هویت گرفت و بخت هم با اونها یاری کرد و توی اردیبهشت 79 برای اولین بار انجیوهای سازمان ملی جوانان تشکیل شد و اینها هم اعتباری کسب کردند و این اعتبار همچنان باقی است و با دلگرمی بیشتر هدفمندی بالاتر برنامه خودشون رو پیش بردن. خب بچه ها میخواستن که جامعه سالم بشه، بچه ها میخواستن که جامعه آگاه بشه و لازم بود از در دانشکده خارج بشن و به جامعه بپیوندن و اینها اومدن در سطح جامعه. هر جایی که اینها برنامه میذاشتن قبلش میمدن با پوسترهایی که داشتن، با اعلامیه‌هایی که داشتن جلب توجه مردم رو میکردن، اونها رو به دور خودشون دعوت میکردن، فراخوان میداشتن برای اینکه اینها آموزش ها رو مطرح بکنن. بچه ها بعد از اینکه همشون جمع میشدن تقسیم کار میکردن، بعد کارت های بینامشون رو که فقط نشون میدهد اینها عضو این گروه هستند و فرقی نمی کنند با هم دیگه به سینه ها می زدن و آماده رزم می شدن. و در آخر روز اینها خسته دور هم جمع می شدن، نتیجه گیری می کردن، خسته اما شاد. شاد بودن از اینکه تونسته بودن افراد مختلفی رو در سطوح مختلفی آگاه کنن و براشون کافی بود که فقط یک نفر تو این جمع به حرف اینها رو شنیده باشه و از خودش مراقبت کنیم و همه اخشار و همه گروه ها رو محترم میدونستن و در بر میگرفتن. بچه ها دیگه توانمندتر شده بودند و بعد میتونستن که در جاهای مختلف، روز، شب، در چادر، در هوای آزاد، در نمایشگاه ها صحبت بکنن و افراد رو جلب بکنن، با اونها براشون بحث کنن، به سوالاتشون پاسخ بدن و راهنمایی کنن. و این باعث شده بود که همه و همه اینها رو میشناختن. هر وقت که میرفتن چمران، یکی که میمد رد میشد گفت باز شما اینجا هستید، باز شما اینجا اومدید، کجا هستید، حالا چی کار میکنید؟ و نهایتا بچه ها دارای هویت بودن. هر دفعه که یه فرد جدیدی به گروه اضافه میشد، ایده جدید و برنامه جدیدتری رو هم عنوان میشد. این یک منچی هست که قد یک فرش هستش. مهره های اون بچه های زیر دبستانی بودن و زمانی که والدین اونها به سوالات علمی جواب میدادن، اگر پاسخشون صحیح بود حرکت میکردن و این بچه ها کلمه ایدز رو یاد گرفتن، فهمیدن باید بدانن تا حرکت کنن، بدانن تا موفق بشن و همین فکر میکنم کافی باشه برای اینکه اونها بعدها خودشون رو حفظ بکنن و والدینشون هم مسئولانه برای حرکت بچه هاشون تلاش میکردن که بتونن پاسخگو بشن. تیم ما بزرگتر شده بود و فکرهای بیشتر، قدرت بیشتر، تلاش بیشتر بود و روز به روز اونها به برنامه های بزرگتر دست پیدا میکردن. بچه هایی که سابقه بیشتری داشتن، سخنرانی های قبلی رو ارائه کرده بودن، بچه های جدیدتر، جوانتر رو راهنمایی میکردن. این هم فکری، هم دلی، هم راهی، همواره در این گروه حضور داشتش. با هم میخندیدن، با هم شادی میکردن، با هم مجادله میکردن برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی برسونن، قهر میکردن و آشتی میکردن، ولی همه یک هدف داشتن و اینکه بتونن مؤثر باشن.
تیم پشتیبانی شرایط رو فراهم میکرد که سخنرانای ما به بهترین نحوی با آرامش بتونن سخنرانی خودشون رو ارائه کنن. و نتیجه اون سخنرانی های بزرگ دو سه روزه بود که همه سخنرانان بچه بودن، همه مجریانس بچه ها بودن و توانمند و پربار تمام برنامه ها رو اجرا میکردن. در اینجا دیگه فقط بچه های دانشجوی پزشکی نبودن، بلکه همه علوم پزشکی بودن، همه بچه های رشته های دیگه به این گروه جمع شده بودن و هر کسی ذره ای رو به این گروه اهدا میکرد. پشتیبانی برای پذیرش میهمانان، برای معرفی گروه، برای معرفی بیماری، همه و همه همکاری میکردن و در آخر روز خسته ولی راضی سخنرانان، مجریها کنار هم در کنار هدفشون زیر چتر هدف بزرگ خودشون قرار می گرفتن و با هم روز رو به پایان می رسوندن و آماده می شدن برای یک حرکت دیگر و برنامه دیگر. هر جلسه ای که سمیناری که داشتن، هر کوچه و بازاری که می رفتن، چند جوان به گروه اضافه می شد، ایده های جدیدتر، برنامه های بهتر و فعالیت های بیشتری رو دیدن. سرو پژواک روز به روز رشد کرد و همچنان سرافراز باقی موند و نتیجه اون چهار سمینار کشوری بود و اینا خواستن که آنچه که می دانن با هم نوعان خودشون، همتاهای خودشون، دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور مشارکت کنند، بلکه اینها هم در مناطق خودشون، دانشگاه‌های خودشون، استان‌های خودشون چنین گروه‌ها رو تشکیل بدن. در این سمینارهای چند روزه کشوری که در آخرینش 23 دانشگاه در اون شرکت کرده بودند، مباحث مختلف علمی رد و بدل میشد. در روز تمام فعالیت‌های علمی صورت می‌گرفت، بحث‌ها و بررسی‌ها به پایان می‌رسید و شب رو اینها با هم دیگه برای نشون دادن جاذبه‌های شهرمون اونها رو با هم می‌بردن و نهایتاً دوستی‌های بیشتر و صمیمیت‌های بیشتر و ارتباطات کاملتری هم شکل می‌گرفت و در پایان دوره اونها رو به افتخار شهرمون، بلکه افتخار کشورمون می‌بردن و فراهم می‌کردن شرایطی که ما اون سرافرازی‌های گذشتمون رو به شادی‌ها و سرافرازی‌های کنونیمون وصل کنیم و بتونیم همچنان یک جامعه پر افتخاری رو داشته باشیم. هر ایده جدید رو پذیرا بودن، هر پیشنهاد جدید رو پذیرا بودن و در جستجوی یافتن راهی برای گسترش این دانش بودن و به دنبال این برنامه آموزش آموزش دهنده ها شروع شد و این به صورت کارگاهی بود. از اون جمعیت زیاد خبری نبود و تمام بحث و مبادله بود. بچه هایی که کارت داشتن نشون میداد که از قبل عضو شدن و بچه هایی که نداشتن عضوهای آینده این گروه می شدن و همه و همه در تلاش با هم بودن بودند و برای بهتر شدن جامعه خودشون سعی می کردن. شانس آوردیم و گروه هنر هم به این گروه اضافه شد. همواره در برنامه های آموزشی هنر هستش که می تونه خیلی ها رو جذب کنه و می تونه خیلی موفقیت ها رو فراهم بکنه و می تونه برای ما و برای کسانی که با بحث‌های خشک علمی آشتی نیستن آشتی بده و مطالب رو فراهم بکنه. بچه‌های گرافیک دانشکده اسوه شیراز به ما پیوستن و نتیجه اون یکی از ارشداشون پوستری تهیه کرد که میگن که یکی از جایزه‌های جهانی رو برده، چون این در معاونت بهداشتی تهیه شد، بعد به کمیته کشوری رفتش
و بعد مطمئنم به از یو ان ها به خارج رفته بوده و میگن که جایزه برده. برای ما فرقی نمیکنه. مهم این هست که این دست دست یکی از بچه های پژواک هستش و شعارش از فکر یکی از بچه های پژواک اومده. دست ها اهمیت و راه های انتقال رو نشون میده و در نهایت دست سبز دوست عزیز ما نشون دهنده این هستش که میتونیم ما جوانه های سلامتی رو با دست خودمون بکاریم و رشد بدیم. و این پوستر و پوستر اطلاع رسانی دیگه‌ای در روز جهانی ایدز به پشت اتوبوس‌های شهر ما وصل شد، سراسر نقاط شهر رو رفت و اطلاع رسانی رو به تک تک افراد جامعه ما منعکس کرد. بچه ها همه جا، همیشه، همه وقت آماده برای همراهی بودن. آخرین پوستر ما که باز هم از ذهن یکی از بچه های ما در اومد، یک روبان هستش. نه روبان قرمز، بلکه نمادی از همون روبان قرمز هست. و این روبان شامل لگوها و فعالیت های افراد مختلف در جهان برای مبارزه با این بیماری بود. اینها اومدن تمام فعالیت ها رو کنار هم گذاشتن و یک روبان درست کردن. و افتخارشون این بود که خودشون، لگوشون هم توی این سهیم هستش. قطره ای بودند، قطره پر انرژی، با عشق و امید، با همدلی برای جامعه خودشون. و این قطره به دریا پیوست، به دریای جهان پزشکی و جهان کسانی که برای انسان دغدغه دارند و کار میکنند. و اینها هم دریا شدن، اینها هم خودشون رو به این دریا زدن تا پیام رو برای آیندگان، برای جامعهشون داشته باشن و سلامتی رو به اونها ارمغان بده. و من در اینجا چه بود؟ من همچون مادری در نظاره این بچه ها بودم، کنارشون بودم، رشدشون رو میدیدم، بالندگیشون رو افتخار میکردم و همواره از این همه انرژی، این همه استعداد و این همه از خودگذشتی لذت میبردم. و این شد که ما شدیم پژواک. پژواک این تجربه رو تقدیم میکنه به حضار گرامی، تقدیم میکنه به همه بیماران و تقدیم میکنه به جامعه مسئول پذیر و سرفراز پزشکی جامعه خودمون و تقدیم میکنه به همه دریادلان. باشه که همواره دریای زندگی ما خروشان باشه و سالم و پاک. متشکرم.